کدومو میخوای؟ این دیگه چه حرکت زشتیه؟ جلوی دکتر استراتژی خجالت بکش. تو چارا استراتژی نظام الهیمون مسائل و مشکلات استراتژیکی زیادی از جای دکتر اغلب هم علاج نمیشن. ما هم به دلیل محدودیت وقت برنامه نمرسیم به همه اونا بپرزیم. از هم به خدمت گفتم که سوالاتو خودتون انتخاب کنی، شاید یه فلجی بشه. حالا کدومو میخواد؟ آره کلای فکر خودت بوده، یه کسی هم فیه فکر بکره کمکت کرد توی این مشک بازی ها. خب سبکو بیرم، سبکو بینم، بده بینم بحث حقوق بشر رو بیاد با قدنامش. پوچ پوچ. خب سبکو بیرم، تروریست برد کن بیاد. مدارکش اینجا نیست آقای دکتر، اختیاری اینجا مقام عثمان در جریان نبودن، سر خود بود. آقای خب سب کن بیدم، سب کن بیدم، سب کن بیدم، اتو میده بده بیدم همینجا بطر نکن. آقای دکتر اتم و موشک و اینا که اینجا دمه دست نمیذارن قربونو برم. پس این بدبخت سر در مقدم برای چی پود شد؟ دیگه خودتو لوس نکن دیگه. بیمزه من که آجاس نیستم از یه عدد سر در میاری. برو سر سوالات خودتو لوس نکن. همین هم زیاده دکتر بودم بادر، یه نامه داریم از سو. من که گفتم خودتو لوس نکن، باز تو لوس میکنی. من نمیکنم. اینه که خودشو لوس کرده، سردار نهیدی سو نمیشه. من علیه آژانس بین‌المللی ارجاع اتمی اعلام جرم میکنم. خون صدر حسن مقدم گردنشونه. او مظلوم از ترس لو رفتن مجبور بود همه آزمایشات موشکی و فعالیت های اتمی و غیر روزانه که یواشکی تو پستو زیرزمین میکنه. خب از دستش در میره، اتفاق یه بار میفته. حالا من چند بار افتاده این شکلی مقام عثمان رو داغدار میکنه. من که میدم، من به خود همون مرحوم مشنگ گفته بودم، حالا به این مشنگ مرحوم بعد از اینم میگم. آدم که یه کجا زیرزمین که میکنه که باید عقلش رو بیشتر داشته باشه، حواسش رو بیشتر جمع کنه، مگر اینکه خب خیلی شوت باشه مثل همینا. مرحوم اولی همیشه میفرمودن بذار با خدا رفت میکردم. بله میفرمودن که شوته تریلی میرون. شاگردش گفت نرو تو این تونل، نوشته حداکثر ارتفاع 4 متر، کامیون ما که خیلی بلندتره. شوته گفت نه ترس بابا، چیزی نمیشه، مگه این دور و برا پلیس هست که میترسی؟ بعد پاشد رفت همچی شد که دیگه نپرس اوضاع احوال چجوریه. روشن شد ده بذارم کتاب بری تو تونل. دکتر بزن بادر، محمد جواد لاریجانی نامه داده و بعد از سوز و گداز جانسوز در مورد قطعنامه‌ای که پشت سر هم علیه نظام تصمیم میشن نوشته راه چاره اینه که این داستانای رأی و رأی کشی و کمیته سوم و غیروزانه که دور بزنیم و یه راست بریم پیش دبیرکل بگیم بیا و با حکم حکومتی همه چی رو به نفع نظام حل کنه. تو سازمان ملل بخوام دور بزنیم؟ بله بله بله. این مشن کجاست که به کانگورو سور زده؟ کانگورو چرا آقای دکتر؟ هیچی نخواستم بیادمی کنم بگم الاغ. بله بله آقای دکتر. آخه شوت سنگین، شوت سنگین پشت 18 قدم، اونا که حکم حکومتی ندارن. مرحوم عبدی همیشه میفهمودن بزن بهادر از میکردن. بله میفهمودن که شوته از دوستش پرسید تو که چش کجاست؟ دوستش گفتش که آخه چش که توک نداره. شوته گفتش که آقا رو پس چرا خواننده میگه تو که چشات خیلی قشنگه؟ روشن شد یه همچین بذارن که تو که چشات رو نبینه دیگه. آیه دکتر یه سآلم اون یکی لاریجانی کرده امروز اول و سل و جل بران نوشته قشقرقی که آقا محمود سر دستگیری جوان فکر را انداخته سر داستان رحیم مشایی را انداخته بود، در حالی که اون بالاخره معامل قومخیشش هم بود. سآل خودم همینه که مگه ضربه مشایی برای آقا محمود سنگیتر است؟ اتفاقا به همین خاطر باید زیپ دهنشو بهتر میکشید. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر از کتم. بله میفرمودن که افسر رسید سر صحنه تصادف، دیگه که هی داره داد و بیداد میکنه، هی آخ و اوخ میکنه، هی میگه آخ دستم، آخ پام، دردش داره منو میکشه از این حرفا. خلاصه پلیس حوصلش سر رفت، گفت ناچس خجالت بکش خرس گنده، چه خبرته؟ اون دندون رو بذار رو جیگرت، از اون یکی یاد بگی که اون طرف افتاده مرده هیچی نمیگه، و تو به خاطر یه پای شکسته اینجوری علم شنگر را انداختی. روشن شد یا همچین بذارم که بیفتی او برای بیش هیچی هم نگی دیگه. حالا سب کن، قبل از اینکه تو بخوای اعلام پایان برنامه رو بکنی و سوت دقیقه 90 بکشی، من میخوام راه حل رو بهت بگم. تو تو شروع برنامه با گل یا پوچ مسائل رو مطرح کردی، من میخوام با گل یا گل برات راه حل بگم. دوست داری که دغدغه براندازی و از این حرفا دیگه نداشته باشی؟ بله آقای دکتر، بله قطعا. دوست داری که هر وقت میشینی اخبار نگاه میکنی خیالت راحت باشه، جونت به لب درسه؟ دوست دارم. دوست داری که وقتی یکی بهت میگه که یه خبر جدیدی شده هی نترسی که الان یقه نظامو از کار گرفتن؟ دوست دارم.
نمیاد. بی خود کردی تو که این چیزا رو دوست داری، بی خود کردی بمیشی مجری برنامه استراتژی نظام. برو مجری برنامه دیگه شو، برو که نظام دیگه مجری شو. فکر کردی دیدی که پوچ در اومد، میدونی که دستی که پوچ در میاد به چه دردی میخوره؟ به چه دردی میخوره؟ دردی کفگرگی میخوره که بخوره تو پوز کسی که علکی حساب باشه شیکمش رو زمین خط ترمز بندازه. آره دکتر، بعد از این همه محبت و ابراز ارادتی که من بهت کردم، آخر کار با کفگرگی جواب هنوز فکر میکنی که تو نظام یه روزی میشه که خیال راحت بشه، یه روزی میشه که درد براندازی داشته باشه. اگرم اینجوری نمیشه همش تقصیر تو حسابش رو سرکزی نظام رو به نظر نمیشه. من اگه